سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. رویا تیموریان متولد 27 اسفند 1337 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگری و کارگردانی از دانشگاه هنر می باشد که فعالیت خودش را از 19 سالگی با تئاتر شروع کرد و از دو زندگی زناشویی خودش صاحب دو فرزند دختر هست. او فرزند آخر خانواده است و سه خواهر بزرگتر از خود دارد. رویا تیموریان به صورت جدی از سال 57 وقتی 19 ساله بود با تئاتر دانشجویی شروع کرد. یک سال بعد با نمایش ماهی سیاه کوچولو در دانشکده هنرهای دراماتیک به روی صحنه رفت. او لیسانس بازیگری و کارگردانیش رو در سال 66 از دانشگاه هنر دریافت کرد. او همچنین فعالیت در رادیو رو از سال 60 و فعالیت در تلویزیون رو از سال 62 با مجموعه برده رقصان ساخته ابوالقاسم معارفی آغاز کرد و در سال 73 با فیلم سینمایی حسرت دیدار وارد عرصه سینما شد. او با بازی در مجموعه تلویزیونی رعنا ساخته داوود میرباقری در سال 69 نوید ظهور یک بازیگر با استعداد را داد. در مجموعه‌های تلویزیونی که بازی کرد همیشه خوب بوده و در مجموعه محاکمه حسن هدایت در سال 78 اوج هنرنمایی خودش را به معرض نمایش گذاشت. او در سال 1373 وقتی 35 ساله بود با تجربه سالیان سال از تئاتر با فیلم سینمایی حسرت دیدار به کارگردانی محرم زینالزاده جلوی دوربین رفت. شهرت ایشان با درخششش در فیلم مرد بارانی در سال 78 بین اهالی هنر شروع شد تا اینکه یک سال بعد با فیلم زندان زنان تندیس زرین نقش اول رو از خانه سینما گرفت. رویا تیموریان اولین بار با آقای میرولی الله مدتی تهیه کننده سینما ازدواج کرد، اما این زندگی بعد از به دنیا آمدن دو دختر به نامهای دورنا و دنیا مدنی به طلاق ختم شد. دنیا مدنی بازیگر سینما و تئاتر متولد 13 تیر ماه سال 69 در تهران است. این بازیگر جوان خوشرو در زمینه طراحی لباس هم فعال هست. رویا تیموریان برای بار دوم در سال 82 وقتی 44 ساله بود با مسعود رایگان بازیگر 49 ساله ازدواج کرد، اما صاحب فرزندی نشدند. رویا تیموریان به صورت جدی از سال 67 وقتی 29 ساله بود از کانون تئاتر بانوان و مدرسه هنر ادبیات تدریس اصول بازیگری را شروع کرد. او از سال 1367 وارد مؤسسه دانشگاه رسام هنر شد و سپس استاد دانشگاه آزاد بود و مدتی هم در مؤسسه کارنامه حضور داشت. او در سریال شب دهم در نقش شاهزاده قجری که برای انتقام گیری از مردان خشن می شود و اونها را می کشد، تا بازی در سریال شمس العماره در نقش زنی ساده اندیش نقش آفرینی کرده. منتقدان نقش آفرینی او در فیلم زندان زنان رو نقطه عطف بازیگری او می دانند. او در این فیلم در نقش رئیس زندان زنان بازی کرده. همکارانش او رو زنی شوخ‌طبع می دانند و می گویند که کار کردن با او بسیار لذت دارد و باعث کسب تجربه می شود. او برای نقش آفرینی در هر نقشی ساعتها در مورد شخصیت اون نقش مطالعه می کنه و حتی کتاب می‌خواند تا حالات فردی شخصیت رو به خوبی بازی کند. او در مصاحبه‌ای گفته اولین بار آقای غلامرضا طباطبایی شوهر خواهرم من رو به دیدن تئاتر در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دعوت کرد که من رو به شدت تحت تاثیر قرار داد و به تئاتر علاقمند شدم. زمانی برای اجرای تئاتر به سوئد رفته بودیم که یک شب مسعود برای تماشای اجرای ما به سالن نمایش اومد و ما بعد از 22 سال دوباره همدیگر رو دیدیم. من و آقای مسعود رایگان با هم در یک دانشگاه در تهران درس خواندیم. رویا تیموریان عادت ندارد درباره زندگی شخصیش زیاد صحبت کند، اما وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که زندگی با مسعود رایگان چطور است، اینطور جواب می‌دهد: در یک کلام بخوام خلاصه کنم، باید بگم آرامش. مسعود شخصیت ساپورتیو دارد. بسیار از من و دخترانم حمایت می‌کند. او دورنا و دنیا رو دختران خودش می‌دونه و هر کاری بتونه برای اونها انجام میده و دل میسوزونه. من فکر میکنم در زندگی مشترک باید یک نوع دیپلماسی وجود داشته باشه که معمولا خانم ها این دیپلماسی رو دارند. بسیاری از خانم ها به دلیل سرکار بودن همسرانشون حتی اگر خودشون هم شاغل باشن باز زمان فراغت بیشتری نسبت به آقایان دارن،
که در همین زمان نبودن همسر ممکن هست از نظر روحی تا حدودی ضعیفشون کنه یا مسئولیت‌های بیشتری رو روی دوششون بذاره. این نیاز به یک درک متقابل داره. یعنی وقتی مرد از سر کار به منزل برمیگرده، همین که قدرشناس زحمات همسرش به خاطر نگهداری از خانه و فرزندان باشه بسیار ارزشمند هست. منظورم از دیپلماسی که گفتم همون درک متقابل از خودگذشتگی و احترام به یکدیگر در زندگی مشترک هست. من و مسعود به یکدیگر قول دادیم اگر بابت موضوعی ناراحتی از هم داشتیم، اون ناراحتی لحظه‌ای باشه و از اون رد بشیم. چون معتقدیم فرصت زندگی کردن کم هست و اینقدر نیست که بخوایم با جر و بس اون رو سپری کنیم. بعد از انقلاب فرهنگی تعدادی از واحدهایم حذف شد. مثلا سوارکاری، شمشیربازی و کلاس شکسپیر شناسی که معارف اسلامی و تاریخ اسلام جای اون رو گرفت. من خیلی آدم جاه طلبی نیستم که فکر کنم باید به قله های رفیع بازیگری برسم یا به هالیوود برم. اصلا نگاه اینچنینی ندارم. در محدوده کشور خودمون همه تلاشم این بوده که درست قدم بردارم و خودم رو بیشتر بسازم و انتخاب های خوبی داشته باشم و احترام و توجه مردم برام خیلی مهم هست. تلاش میکنم حتما سالی یک اجرا داشته باشم چون به نوعی بازآموزی برای خودم محسوب میشه، اما در سینما و تلویزیون اینطور نیست. با احترام به تمام همکارانم در تلویزیون باید بگم کیفیت بازیگری در تلویزیون بسیار دچار نزول شده و دیگه شاهد حضور بازیگران صاحب نام و با تجربه نیستیم. در سال 1385 نشان درجه یک هنری معادل دکترا رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردم که دستشون درد نکنه، الان در خانه خاک میخوره. مسئله جوانان این روزها با این شرایط اقتصادی یکی از اصلی ترین دغدغه های من هست. جوانان ما در دوره‌ای زندگی می‌کنند که زیاد نمی‌توان به آینده آنها امیدوار بود. متأسفانه به دلیل مدیریت‌های نادرست، منابع ملی و طبیعی کشورمون در حال نابودی هست. حتی با آثار تاریخی کشورمون هم اهمیت کافی داده نمی‌شه. جدیدترین کارهای خانم تیموریان، سریال تلویزیونی سرباز، ساخته هادی مقدم دوست در سال 99 و سریال نمایشخانگی جیران در سال 1400 هست. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.